رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی رو، خدا رحمت آقای شریعتی. خب ایشون از اولیای الهی بود، از بندگان صالحی بود که به هر حال تو همین حدود مثلا 20 سال قبل زنده بودن. تهران بودن ایشون؟ ایشون قم بودن. یه مدتی مشهد بود، قم بود، گاهی موقع بعضی از شهرهای دیگری بودن. یکی از دوستان ایشون که زمان دانشجویش آلمان بود، شهر آخن درس میخون که الان دیگه دکتری هست، الان هستن، ایشون میگفت یه مرتبه من از محل کارم اومدم خونه، دیدم رو میزم یه نامه ایست، برداشتم دیدم جعفر آقا هستش که گفته که احمد جان این نامه به دستت رسید، بیا فلان جا، من اونجا هستم. من تعجب کردم جعفر آقا کجا، آلمان کجا، اونم تو این شهر. اون آدرسی هم که گفته بود بیا یه جایی بود حاشیه و حومه شهر، یه جایی برفگیر، یه تپه بود. اصلا تعجب کردم. خلاص میگه من رفتم، میگه رفتم یه تپه برفی بود که گفتم حالا چیکار بکنم، دیدم از بالای اون تپه صدایی میاد که احمد جان یا علی بگو بیا بالا. عجب. میگه من تو اون سرما و برف و به هر حال این رو رفتم بالا، رفتم با ایشون روبوسی کردم و دیدم یه کلبه ای هست و وارد کلبه شدیم، دیدم یه پیرزنی است و یه جوانی که معلومی که تازه از یک بیماری بلند شده. سلام علیک کردم، گفتم که آقا برای چی اومدید اینجا؟ اوف کاری بود اومدین، باید میومدیم. یه چند لحظه جعفر آقا رفت بیرون، من به زبان آلمانی از اون پیرزن پرسیدم که شما ایشون رو میشناسید؟ گفتش که نه، ولی گمان میکردم حضرت مسیح. گفتم چطور؟ گفت من 3 ماهه که متوجه شدم، من هیچ کسی رو تو این دنیا ندارم جز این جوانی پسرم رو، 3 ماهه که متوجه شدم سرطان حنجره داره و خیلی این سرطان سرطانی هستش که به هر حال غده بدخیم هستش. وقتی هم رفتیم دیدیم کار از کار گذشته و دکترها گفتن که دیگه به هر حال زمان چندانی دیگه از عمر ایشون باقی نمونده و فقط باید مثلا امیدوار باشید. میگه تا اینکه 2-3 شب پیش دیدم حالش فوق‌العاده بد شد و من دیدم که این پسر رو اگر دست بدم من هم دیگه از دنیا میرم، کسی رو ندارم. التماس کردم به حضرت مریم که ایشون رو شفا، خیلی گریه کردم. وقتی خوابیدم شب حضرت مریم رو در خواب دیدم. حضرت مریم فرمودن که ایشون دیگه عمرش به سر اومده و از دنیا میره. گفتم خانم فرزند شما مسیح مرده زنده میکرد، پسر من هنوز زنده است، نمرده، شما یه عنایتی کنید. حضرت مریم گفتن در این زمان کار دست ما نیست، پیغمبر آخرالزمان اسمش محمد بود صلوات الله و سلام علیه. او دختری داشت به نام فاطمه و اون دختر آخر یکی از فرزندانش به نام مهدی است که در این زمان او همه کار است، از او بخوا. میگه من از خواب بلند شدم، خیلی گریه کرده بودم تو خواب، اون 3 تا اسم تو ذهنم موند، محمد، فاطمه، مهدی، محمد، فاطمه. شروع کردم تکرار کردن به اسم آخری که میرسیدم، چون فرموده بود که کار دست او هست، یه توجه دیگری داشتم. میگه یه مرتبه دیدم درب کلبه رو میزنن و این آقا اومد، همین جعفر. بگی دیدم ایشون اومد، اومد یه سلام میکرد، رفت سراغ تخت پسر من که افتاده بود و حالش هم فوق‌العاده بد بود، دستش رو زیر کمر رو انداخت و یه اسمی برد، اسم چهارمی غیر از اون 3 تا اسمی که تو خواب به من یاد داده بود، که من بدنم لرزید. و بعد از یه چند لحظه دیدم پسرم چشمشو باز کرد، کم کم حالش خوب شد دیگه، یواش یواش تا الان که خیلی خوب شده و نشسته و حس بکنم شفا پیدا کرده. من به دست و پای این آقا افتادم، گفتم شما مسیح هستید. گفتم من مسیح نیستم. گفتم شما مسیحید، من دیدم که پسرم رو که در واقع مرده بود شما شفا دادید. گفتم من مسیح نیستم. اون 3 تا اسمی که به هدیات دادن، اون اسم سومی چی بود؟ گفتم مهدی. گفت من یکی از نوکرای او هستم که مأموریتی دارم بیام و به هر حال یه شفایی به ایشون بدم. میگه تو همین هین بود که جعفرها از بیرون کلبه اومد داخل شد. وقتی وارد شد گفتم که آقا اون اسم چهارمی که بردید چی بود؟ گفت که احمد جان با یه یا علی کار رو تمام کرد. عجب. چون خیلی ایشون به امیرالمومنین علیه السلام علاقه داشت.